سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوها لاله زارن کوها لاله زارن لاله ها بیدارن لاله ها بیدارن تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن توی کوه جان 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 توی سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره درود و سلام بر شما سلام بر شما که بیننده برنامه همصدایی از شبکه جهانی اندیش هستید فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق همکارانم پیمان و بهروز این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. اجازه بدید به جای چند کلمه با شمای شروع برنامه ها اطلاعیه‌ای که از طرف تلویزیون اندیشه صادر شده و در اختیار من قرار گرفته برای شما بخوانم چرا که همین اطلاعیه موضوع برنامه امشب ماست. به بار دیگر امشب روی سخن ما با قشر خاصی از جامعه هست. اغنیا، ثروتمندان، سرمایه‌داران، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. البته شما هم که جزو این گروه نیستید می توانید برنامه رو تماشا بکنید. معمولا شما که جز این قشر نیستید بیش از سایر قشرها پیش قدم میشید بیشتر و پیشتر از اغنیا، ثروتمندان و سرمایه دارن اما امشب روی سخن این برنامه و اونچه که در برنامه میگذره در درجه اول این طبقه، این گروه و یا این قشر اجتماعی است اطلاعیه شبکه جهانی تلویزیون اندیشه به این شرح است. هموطنان ارجمند، وظیفه اخلاقی و معنوی و ملی ماست که در راه آزادی و برقراری دموکراسی در میهن عزیزمان ایران قدم برداریم. تلویزیون اندیشه از سرمایه‌داران و همه کسانی که توانایی مالی بالایی دارند صمیمانه تقاضا می کند 1% از درآمد خالص سال 1393 خود را به این امر اختصاص دهند این مبالغ را می توانید مستقیما به عنوان کمک به خانواده های مبارزان سیاسی کارگران و کارمندان اخراجی به دلیل مشارکت در این فعالیت ها و به طور کلی تمامی افراد و گروه های آزادی خواهی که در حال مبارزه با جمهوری جهل و جنایت ضد اسلامی هستند بدهید پرداخت این کمک ها را می توانید از طریق افراد مورد اطمینان خود و یا نهادهای مورد اعتمادتان انجام دهید این جمله را تکرار می کنم پرداخت این کمک ها را می توانید از طریق افراد مورد اطمینان خود و یا نهادهای مورد اعتمادتان انجام دهید هنگام آن فرا رسیده که ثروتمندان میهنمان به این وظیفه ملی و اخلاقی خود عمل کرده و باعث ایجاد و احیای روحیه همبستگی و اتحاد در جامعه شوند. هموطنان ثروتمند، وقت عمل است. ما این مشارکت 1% را به مبارزانی که جان و زندگی خود را برای رسیدن به دموکراسی و آزادی برکف گرفتند بدهکاریم.
شبکه جهانی تلویزیون اندیشه. بینندگان عزیز، میهمان امشب ندارم، بلکه میهمانان متعددی رو برای امشب در نظر گرفتم. این میهمانان کسانی جز شما بینندگان ارجمند نیستند. اجازه بدید بحث رو با چند تا نکته باز بکنم. حدود 50 روزه که از آغاز دوره سوم برنامه همصدایی در شبکه جهانی تلویزیونی اندیشه می‌گذرد. اگر خاطرتون باشه، افتتاحیه این برنامه‌ها با برنامه‌ای بود که یک فیلمساز جوان ایرانی به نام خانم لیلا قبادی در اون شرکت کرد و گفتگویی که با لیلا قبادی در مورد مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل زنان در ایران انجام دادم، سخت مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفت. از برنامه‌های جالب دیگری که مورد عنایت خاص شما واقع شد، بررسی پرونده ریحانی جباری در ایران بود و برنامه دیگری که مورد توجهتون قرار گرفت، برنامه‌ای بود که با آقای عیسی سحرخیز از ایران صحبت کردم. در کنار اینها با گفتگویی که با آقای ناصر کرمی انجام دادم، دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد مهمان دانشگاه برگن نروژ، در مورد مسائل زیست محیطی ایران، زیست بوم ایران، سخت در ایران مورد توجه قرار گرفتم. هنوز من ایمیل های متعدد دریافت میکنم، تلفن های متعدد به من و خود دکتر ناصر کرمی شده و ادامه داره. هفته گذشته برنامه‌های آرامی رو داشتم تا زمانی که از منصور اوسانلو، رهبر جنبش کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که معروف حضورتون هست، دعوت کردم برای شرکت در برنامه. ایشون هم محبت کردن، پذیرفتند و آمدند و ما با ایشون صحبت داشتیم. صحبتی که کردیم با هم بین بنده و آقای اوسانلو سیر طبیعی خودش رو طی می‌کرد تا زمانی که اتفاقی در اون برنامه افتاد و این اتفاق از سوی صاحب تلویزیون اندیشه مهندس نادر دورمانی رقم زده شد. من و آقای منصور اوسانلو کاملا نسبت به اون چه که آقای دورمانی انجام داد روی برنامه کاملا بی اطلاع بودیم و ماجرا از این قرار بود که مهندس نادر دورمانی، پایگزار شبکه تلویزیون اندیشه، به روی خط آمد و وقتی آقای منصور اوسانلو از زندانیان سیاسی، از کارگران زندانی، برنامه ویژه روز اول ماه می بود و تعدادی که دستگیر شده بودند در ایران، وضع وخیم خانواده ها گفت، خانواده های زندانیان سیاسی که در اون روز دستگیر شده بودند یا قبلا به علت مبارزاتی که کردن به زندان افتاده بودند، وقتی همه این صحبت ها انجام شد، آقای دورمانی روی خط آمدند، گفتند که من به شخص آقای منصور اوسانلو اعتماد دارم و برای نشان دادن حسن نیت خودم و افتتاح این حرکت، 100,000 دلار به آقای اوسانلو من خواهم داد. به این معنا که مبلغ 100,000 دلار بر اساس صورت حساب هایی که آقای اوسانلو
به آقای دورمانی خواهند داد و این صورت حساب ها فقط شامل نام افراد زیاد نیازمندی است که به این کمک ها احتیاج دارند و حتی آقای اوسانلو تا اون حد مورد اعتماد هستند که می توانند اسامی واقعی رو هم در اختیار قرار ندند. آقای دورمانی فقط بر اساس امضای آقای اوسانلو این 100 هزار دلار رو اختصاص میدن به رسیدگی به وضعیت زندانیان، خانواده های زندانیان سیاسی، زندانیان کارگری و همه کسانی که مورد تایید آقای اوسانلو قرار بگیرند، که اون روز اون چه که روی سخن بود و هدف اصلی بود این مبلغ 100 هزار دلار در درجه اول، چون آقای اوسانلو از رهبران جنبش کارگری هستند، برای خانواده های کارگران زندانی بود. درست، من مذاکرات متعددی با آقای دورمانی داشتم. این اونچه که من میگم نتیجه این صحبت هاست. اندیشه به خوبی آگاهی داره و میدونه که 100 هزار دلار هیچ رقم مهمی برای پرداختن به مسئله و درد بزرگی که مردم ایران و کارگران ایران، مبارزین راه آزادی، با اون مواجه هستن نیست. اما این فقط یک شروعه. اندیشه پیشنهاد میکنه، بنیادگذار این تلویزیون داره پیشنهاد میکنه که ثروتمندان، سرمایداران و اغنیای ایرانی 1% از درآمد خالص سال 1393 خودشون رو اختصاص بدن به بررسی و پرداختن کمک به خانواده های کارگران و زندانیان سیاسی، به همه اونهایی که بر سر این راه در واقع خانواده هاشون در معرض مخاطره قرار گرفتن یا خودشون در معرض مخاطره قرار گرفتن، کارشون رو از دست دادن، بیکار شدن. اندیشه مطلقاً دست به پولی نمیزنه. اندیشه مطلقاً کمک جمع‌آوری نمیکنه. در تاریخ فعالیت تلویزیون اندیشه یک مورد استثناء بر این قاعده وجود داشته و اون مورد شورای ملی بود است. در مورد شورای ملی بر اساس حسابی که باز شد و حسابداران خبره‌ای که برای این کار گمارده شدند، اندیشه قبول کرد که کانیانی باشد برای جلب کمک‌های مردم و این کمک‌ها در حساب ویژه شورای ملی واریز بشه و همین طور شد و تمامی اقلام پرداختی حسابرسی شده و حسابداران خبره و حتی یک شرکت بین المللی حسابداری بر این امر نظارت کرده است. نکته مهم اینه که حتی در اون ماجرا، و قاعدتا وقتی که فاندریزینگ انجام میشه یک رقمهایی خرج میشه، مثلا فرض کنید که در همون 3-4 روزی که این امر انجام شد، تلفنچی هایی که به تلفن ها جواب میدادند، سیمکشی های اضافی، دستگاه های و تجهیزات اضافی که باید خریداری میشد، پذیرایی صبح، نهار و شامی که باید از میهمانان انجام میشد که تعداد زیادی از هموطنانمون اینجا بودند، اینها قاعدتا باید از اون مبلغ جمع آوری شده برداشت بشه. ولی چنین چیزی در اون دوران نشد. بلکه اندیشه و پایه‌گذار این تلویزیون پرداخت تمام اون هزینه ها رو از جیب خودش قبول کرد تا حتی یک پنی از پول جمع‌آوری شده وارد حساب‌های اندیشه نشود. پس این نقش اندیشه است. درست است که ما از جمع‌آوری پول و دست زدن به پول خودداری می‌کنیم، ولی هیچ دلیل نمیشه که طرحی رو ارائه ندیم و طرحی حمایت نکنیم که مردم، اغنیا، ثروتمندان و افراد مرفه جامعه رو جلب بکنه برای اینکه به فکر کسانی باشند که هستیشون در معرض تطاول جمهوری اسلامی قرار میگیره، برای اینکه میخوان کمک بکنن به آزادی، به رهایی کشور از این جمهوری جهل و جنون. به همین جهت این طرح 1% پیشنهاد شده. توجه داشته باشید
وقتی صحبت از اغنیا، ثروتمندان و سرمایه‌داران می‌کنیم، ما با یک برداشت مارکسیستی با این مواجه نمی‌شیم. خود نادر دورمانی به اعتبار یک سرمایه‌داره و من هم که در خدمتتون هستم، درست است که به عدالت اجتماعی معتقدم. من میگم عدالت اجتماعی، او میگوید سیفتی نت، یعنی یک سبد ایمنی در جامعه. تقریبا این دوتا مفهوم نزدیکن به هم، وجوه تشابه بسیار بسیار زیادی به هم دارن، وگرنه جامعه سرمایه‌داری جامعه مخوفی نیست. سرمایه‌دار معمولا برای اینکه به سرمایه برسه حتما زحمت میکشه، حتما کار بیشتری میکنه و یا استعداد خاصی رو ابراز میکنه. هر ثروتمندی محدور و دم نیست، هر تاجر بازاری آدمی نیست که بخواهد خون مردم رو بمکه. اصولا اگر این طرز تفکر بر جوامع حاکم باشه، شما میبینید سرنوشت کشورهایی مثل کوبا، مثل آلبانی سابق، اینها به هیچ وجه زمینه ای نیست که اندیشه ترویج بکنه. اندیشه طرفدار یک نظام لیبرال، آزاد و سرمایه‌داریه که همراه باشه با پایه‌های عدالت اجتماعی در جامعه. حالا وقتی این مقدمه رو میچینم براتون و میگم، این است که این روزها شما میبینید در فیلم‌های مختلف اتومبیل‌های بسیار گران قیمت در ایران در حرکت هستند. لامبورگینی، مزراتی، من فقط رولز رویس ندیدم که کسی از این اغنیای ایرانی با رولز رویس مثلا بره سبزی خوردن بخره بره خونش، ولی فراری، مزراتی، لامبورگینی رو به دفعات تو این فیلم‌ها دیدم که فرض کن کنار یه وانت قرازه پارک شده. درسته که زنده‌یاد هویدا می‌خواست و میگفت که به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد، من امیدوارم یک روزی هر ایرانی یک لامبورگینی داشته باشه و از رفاه فوق‌العاده برخوردار باشه. اما هر آدم مرفهی و هر آدم ثروتمندی میخواد با اطمینان خاطر از ثروتش استفاده بکنه و از سرمایه‌اش لذت ببره. چگونه میشود این کارو کرد؟ فقط جامعه باید یه جامعه دموکراتیک باشه، در پناه یک نظام دموکراتیک و آزاد که بسیار قانونمند هست، سرمایه‌دار میتواند خواب خوش داشته باشه، ثروتمند میتونه از ثروتش استفاده بکنه. بنابراین در شرایطی که کشور ما هست، این شرایط با حضور جمهوری اسلامی به هیچ جا نمیرسه. به هیچ وجه امیدی به ایجاد تعادل اجتماعی، رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی برای عموم مردم وجود نداره. شما نگاه کنید، شما بارگاه آیت الله طبسی رو ببینید، تمامی این بارگاه که بر یک سوم اراضی کشاورزی کشور تسلط داره، غنی‌تر از دولت ایران هست، در اختیار یک ملا است. و این ملا اون چه که یاد گرفتم و میدونه استرحامه، رحم کردنه، صدقه دادنه برای رفع بلا. همین، خودشون در اون بارگاه عظیم زندگی میکنند و هیچ نگرانش هم نمیشند که کارگر مشهدی، کارگر خراسانی در چه وضعیتی هست. میدونید این وضعیت امروز ایرانه. نگاه کنید به یه آیت الله دیگه، آیت الله خزعلی. شما میبینید فرزند آیت الله خزعلی شبکه تلویزیونی رو میزنه که 10 کانال مختلف داره. کانال ورزشی داره، کانال خانوادگی داره، کانال فیلم سینمایی داره. میدونید چرا این کار میکنن؟ اولا اینها میخوان این عرصه جدید رو برای برداشت پول و غارت جامعه امتحان بکنن. دو، میخواهند جامعه گرفتار مسائلی بشه که اون مسائل اون رو از پرداختن به اون چه که نیاز اساسیش هست، یعنی آزادی و دموکراسی و فکر کردن به اینکه چه نظام عقب مونده‌ای بر ایران حکومت داره میکنه، غافل بکنه.
بنابراین به ناگهان این اتفاق افتاد. اجازه بدید برای اینکه دقیق تر بدونیم چه اتفاقی افتاد، من شما رو ببرم دقایقی به اون برنامه نگاه کنیم، برمیگردیم. خطهای تلفن تلویزیون رو باز خواهم کرد، نظرات شما رو هم خواهیم شنید. تکرار میکنم، تلویزیون اندیشه دعوت میکنه شما شرکت کنید در این حرکت از طریق افراد و یا نهادهایی که به اونها در طول سالها اعتماد پیدا کردید هزینه را انجام بدید. خوب توجه بفرمایید، همه ما در زندگی کسانی رو داریم که به اونها میتونیم اعتماد کنیم. اگر نداریم وای بر ما. تا زمانی که احتمالاً در آینده که من نمیدونم چه زمانی خواهد بود، ما به جایی برسیم که بتوانیم نهادهایی داشته باشیم یا واقعاً مؤتمنینی داشته باشیم که اینها بتوانند این کمک ها رو به مردم برسونن. تا اون زمان افراد در دایره های شخصی خودشون فقط با یک تعهد که به این واقعاً باور برسند که 1% درآمد اونها، درآمد خالص اونها در سال 1393 به هر ترتیب که میدونن این رو به کسانی بپردازن که برای آزادی ایران تلاش میکنن. ببینید بینندگان عزیز، سرزمین ما در پناه حکومت آخوندی در معرض فقط استبداد سیاسی حاکم نیست. بذارید صریحا تو دوربین نگاه کنم، تو چشمای شما نگاه کنم و بگم خواهش میکنم برید رو آرشیو تلویزیون اندیشه، برید روی یوتیوب، برید روی فیسبوک و گفتگوی من با دکتر ناصر کرمی رو ببینید. آقایون، خاک کشور ما، آب کشور ما، جنگل‌های کشور ما، مراتع کشور ما، دامداری کشور ما، نفس کشیدن مردم در کشور ما در آستانه ویرانی و نابودی است. در پناه این حکومت هیچ راهی وجود نداره. آقایون، فاجعه بغل گوش ماست، بسیار به ما نزدیکه. همه ما افتخار میکنیم که نوادگان کوروش هستیم و زرتشت هستیم و چنین هستیم و چنان. اگر این شرایط ادامه پیدا کنه، اگر این حکومت جهل و جنون ادامه پیدا بکنه، ما فقط در صفحات تاریخ باقی خواهیم موند. و فکر نکنید این واقع 100 سال دیگه اتفاق میفته. در همین سالهایی که هنوز من و شما زنده هستیم باید شاهد ویرانی کشورمون باشیم، باید شاهد سودانیزه شدن کشورمون باشیم، سومالیزه شدنش باشیم. و تنها راه نجات ما مبارزه با جمهوری اسلامی است و براندازی جمهوری اسلامی است و برپا کردن یک نظام دموکراتیک بر مبنای خرد ملی است. جز این راهی نداریم آقایون. این بازی های درون ایرانی، اینها فقط بازی های سیاسی است که زمان را از دست ما میگیره، زمان را تلف میکنه. اما طبیعت مثل آخوندها نیست، طبیعت داره کار خودشو میکنه. نگاه کنید به آمار بیمارانی که در اثر تنگی تنفس، انواع بیماری قلبی، انواع سرطان ها در ایران از بین میرن به دلیل آلودگی محیط زیست و به ویژه هوا. درسته بعضی از این روندها جهانی است، ولی در ایران حالت ویژه داره. در ایران پایه‌های حکومت بر خرد استوار نیست، بر آگاهی استوار نیست. کشور ما تمام سرمایه‌های اجتماعی خودش رو داره از دست میده. اما شما این رو در پناه آسمون خراش‌های این آقایون نمی‌بینید، در بارگاه آیت الله طبسی نمی‌بینید، در مجلس شورای اسلامی نمی‌بینید، در کاخ‌های بزرگ این حضرات نمی‌بینید. به هر حال اجازه بدید که بپردازم به داستان اون شب، روز اول ماه می، شبی که
منصور اوسانلو میهمان من بود. با او صحبت میکردم. ببینیم که این جریان یک درصدی که کوششی است برای حرکت، حرکت و مشارکت در جهت بیداری و حمایت و گرفتن دست مبارزانی که همه ما به اونها بدهکاریم. من که در ساحل اقیانوس آرام نشستم و زندگی آرام و خوبی دارم، شما که نشسته اید، شما که سرمایه‌داری هستید که از راه حلال ثروتتون رو در ایران به دست آوردید، شما در معرض خطرید، چون شما میمونید پای سرمایه‌ای که در کشور به وجود آوردید، اما این دوستار خواهند رفت. برای اینکه سرمایه شما ایمن باشه، برای اینکه خانواده شما ایمن باشه، برای اینکه همه شما بتونید از رفاهی که دارید برخوردار باشید، جامعه‌ای باید داشته باشیم که در اون آزادی وجود داشته باشه، دموکراسی وجود داشته باشه، مردم سالاری وجود داشته باشه. تنها در پناه چنین حکومتی است که میشود واقعا سر رو به روی بالش شب آرام گذاشت، و این حق ماست، حق مردم ایرانه. در برنامه اون شب جرقه این حرکت زده شد. تا کجا جلو میره نمیدونم، تا کجا همه ما پاش وایستادیم نمیدونم، ولی من فکر میکنم این یک حرکت درسته و به هیچ کس هم ضرر نمیرسونه. به شما میگم که بلافاصله بعد از این برنامه چه اتفاقاتی افتاد. 98% کسانی که با من و منصور اوسانلو تماس گرفتند مثبت بودند، اما ببینیم اون 2% مخالف از کدامین قماش بودند. ابتدا به برنامه نگاه کنیم، نگاه کنیم به حرکتی که پیش بینی نشده بود و اون شب آغاز شد. یک اطلاع رسانی کامل به هممیهنانم با یک روحیه بالا بدم. حتی در استادیوم آزادی که مرکز جایی بود که حکومتی ها، شورای اسلامی ها و آقای وزیر کار میخواستن آقای روحانی اینجا ببرن، و آقای روحانی اونجا اومد سخنرانی کرد و هیچ چیزی از مسائل واقعی کارگری نگفت، به قولهایی که داده بود اشاره‌ای نکرد، افزایش دستمزد در حد به اصطلاح نرخ تورم و گرانی و ماده 41 قانون کار اجرا نشد. همچنین در رابطه با امنیت شغلی، بیمه تامین اجتماعی، غارت صندوق تامین اجتماعی توسط آقای مرتضوی و همدستانش، غارت پول‌های مردم ایران که بیش از 86,000 ببخشید میلیارد یورو رو آقای رضا زراب و بابک زنجانی جابجا می‌کنن، و 13.5 میلیارد دلار پول نفت که تو جیب آقای بابک زنجانی و امثال مشتبه خامنه‌ای و همدستاش و سران سپاه رفته، و این پولی است که مال مردم ایرانه، و اگر این جنبش همبستگی برپا بشه میشود این پول رو از این سیستم ظالمانه پس گرفت. کمان که 2500 کارگر با وکالت وکیل شجاع خلیل بهرامیان به دادگاه شکایت کردند و خواهان محاکمه غارتگران صندوق تامین اجتماعی شدند. علاوه بر این، زندانیان سیاسی مثل حشمت تبرزدی و اعضای جنبش همبستگی مثل وکیل شجاع عبدالفتاح سلطانی، حسن تفا، دکتر سیفزاده در داخل زندان، همچنین در بیرون زندان اعضای جنبش لگام مثل آقای فریبرز رئیس دانا، مثل خانم نسرین ستوده، مثل آقای نوریزاد، مثل آقای دکتر محمد ملکی، آرش صادقی، دانشجوی جوان و شجاعی که خودش تو زندان چقدر شکنجه شد و مادرش جانش رو از دست داد به خاطر اینکه به زندان می اومد برای ملاقات بچه‌ش و شکنجه‌های بچه‌ش رو میدید و سکته کرد و جونش رو از دست داد، و آرش هم در کنار به عنوان یک دانشجو در کنار جنبش هست همبستگی ایستاده و شجاعانه افشاگری میکنه، خبرهای داخل رو میفرسته و پای زندانی شدنش هم ایستاده، میگه خون من رنگین‌تر از خون مادرم نیست که در راه زندان اوین جان به جان آفرین تسلیم کرد. از اون طرف خانواده های زندانیان سیاسی مثل خانواده آقای حشمت تبرزدی پذیرفتن که اعتصاب سه روزه رو در اعتصاب قضای سه روزه رو در حمایت از اعتصاب قضای زندانیا داشته باشن. جناب اوسانلو، از اتاق فرمان خواهش میکنم که به اندازه 2 دقیقه به من فرصت بدن. یک کار فوری پیش آمده، من اون کار رو انجام بدم، ببینم و برگردم. میدونم که به پایان برنامه رسیدیم، ولی کار بسیار فوری پیش آمده، من اون رو باید انجام بدم. خواهش میکنم 2 دقیقه از همون کلیپ دوباره پخش کنید تا من بتونم با شما برگردم و باشم. متشکرم، مرسی.
بله. نه نه شما نه، شما نه. آقای صدای من پخش میشه؟ صدای منو باز کنید. ولی تلفن دستی من. باز صدای من؟ بینندگان عزیز، برنامه همصدایی تمام نشده و قرار است که این برنامه دقایق ادامه پیدا بکنه. خواهش میکنم که شما به یک قطعه موسیقی یا سرود توجه بفرمایید. خبر بسیار مهمی رو دارم در وقت اضافه‌ای که به برنامه همصدایی داده شده که بعد از پایان این تلفن به استحضار شما میرسونم. خواهش میکنم توجه بفرمایید. دست من پینه تو داس خشمی، من خود که کینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار. باید دوباره برزگر شد، باید دوباره کارگر شد، باید دل و کرد، باید که خوبی، باید دوباره از ریش روی از ریک شروعی، باید گروتا، باید جبوری، باید دوباره از ریک شروعی از ریک شروعی. بینندگان ارجمند، از اختلال پیش آمده در برنامه از شما پوزش میخوام. تلفن بسیار مهمی بود که باید خدمتتون عرض کنم تلفن چی بود. جناب حسینلو، شاید این تلفن برای شما هم جالب باشه. بفرمایید. بنیادگذار تلویزیون اندیشه، از طرف تلویزیون اندیشه مبلغ 100,000 دلار اختصاص دادن برای کمک به کارگران اعتصابی زندانی و خانواده های اون. شما شخص مورد اعتماد کامل و مؤتمن این تلویزیون هستید. به مجرد اینکه شما اعلام بفرمایید مبلغی لازمه برای کارگری که زندانی شده، در اعتصاب شرکت کرده و زندانی شده و خانوادش دارای امکان مالی نیستن، از محل این اعتبار فقط بر اساس گفته شما و تأیید شما اون رقم مورد احتیاج پرداخت میشه. مسئولیت خیلی سنگینیه. من خب از خدا میخوام بتونم کمک بکنم، ولی انتظارشو داشتی؟ انسان موقعی که ببینید چنین آدم هایی با شرفی پیدا میشن، واقعا به آینده کشورش و مبارزه و کسایی که امکاناتی در اختیارشون هست و امکاناتی در اختیار کارگران زحمتکش ها قرار میدن، من واقعا شوکه شدم. دقیقا این یک هشداره، خیلی کار بزرگیه، هشداره به پولدارها و سرمایدارهای ایران. لطف کنید صدا زیر موزیک زیر صدای من نگذارید. این دقیقاً یک هشدار به سر بینندگان ارجمند. ملاحظه فرمودید این اون دقایقی بود که در واقع این اتفاق افتاد و پایگزار تلویزیون اندیشه فقط برای یک ابراز حسنیت، یک آغاز، یک قدم اولیه در این راه و نه هیچ ادعایی آمد و گفت این کارگر یعنی منصور حسینلو که سابقه مبارزه داره من در این حد میتونم، و بعد پیشنهاد کرد، گفت که شما با 1% کمک شما هم میتونید جلو بیایید. رهایی ایران از شرایط فعلی حتما به همه کمک میکنه، از جمله
به همه ما برای زندگی بهتر و رها شدن از دست این جمهوری. ما به خوبی میدونیم این رو و شما هم میدونید که ادامه وضعیت کنونی چنان که توضیح دادم قبل از این قسمت واقعا در گروه برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی است. وقتی ما این برنامه اتفاق افتاد فکر میکنید چه اتفاقی؟ تلفن ها رو باز کردیم و مردم شروع کردن به کمک کردن که البته چون اصلا پیش بینی نشده بود فقط اسم افراد گرفته شد و شماره تلفنشون همه در اختیار آقای منصور حسانلو قرار گرفت تا بعد از این که به هر ترتیبی که دونستن تماس بگیرن. امروز در این برنامه ما طرف اعتمادمون آقای حسانلو بود، این کارو کردیم. به شما توصیه نمی‌کنیم حتما با آقای حسانلو بدید این پولو که این کارو بکنه. اگر بهش اعتماد دارید بدید. ما هیچ شخص خاصی رو به شما نمیگیم به این شخص اعتماد کنید یا به اون شخص اعتماد نکنید. ما به منصور حسانلو اعتماد کردیم، یعنی تلویزیون اندیشه، و این کار انجام شد. شما بسته به نظر خودتونه، قضاوت خودتونه و ارزش‌هایی که خودتون قبول دارید. و باید یه نکته رو بگم، عرض کردم قبل از این قسمت که پخش بشه 98% تلفن‌ها در جهت تایید حرکت بود، اما بخشی از چپی که در تمام طول این سال‌ها فقط قرولند کرده، فقط از هر تریبونی استفاده کرده برای پیشبرد نظرات برانداخته شده خودش، اینها آمدن جلو که آقا اگر این کمک ها انجام بشه کارگر آلوده میشه به اینکه متهمش میکنن که پول از خارج از کشور گرفته، فلان شده و بهمان شده. یعنی همون استدلال های جمهوری اسلامی رو تحویل میدن. من مطمئنم همه ایرانی ها در داخل و خارج کشور و به ویژه در داخل کشور میتونن به یاری هموطنان خودشون با این 1% اختصاص دادن بودجه بر بیان. میتونند این کار رو بکنند و هیچ اتفاقی هم نیفته. و من اگر بخوام 1 دلار به کسی کمک بکنم راه های متعددی رو میشناسم، افراد مؤتمنی رو میشناسم که میتونم در همین شرایط سختی که وجود داره برای تبادلات مالی با ایران اون کمک رو به دست فرد مستحق در ایران برسونم، فردی که نیازمندش هست برسونم، فردی که بهش بدهکارم، منت ندارم به سرش، رحمم بهش نمی کنم. او رفته جلوی سنگر به امید اینکه به آزادی برسه، همه ما از امکان رفاه برخوردار باشیم و حالا وظیفه منه که پشت سر او بیستم. عده دیگری آمدند هشدار دادن که آقای منصور حسانلو این گرایش سیاسی رو داره، آقای منصور حسانلو این چنین است و آنچنان است. ما به منصور حسانلو اعتماد کردیم. منصور حسانلو اون چی که ما ازش دیدیم زبان داده، زندانی کشیده، کتک خورده، از رهبران مؤثر کنونی جنبش کارگری ایران و از افراد مؤثره، ما به او اعتماد کردیم. شما که ضامن پول ما نیستید. هر کسی حق خرج مال خودش رو داره. توصیه اندیشه این است که در این حرکت شرکت بکنید، در این حرکت بیایید و به کسانی هم کمک بکنید و از طریق کسانی کمک بکنید که دیگه نخواهید خودتون برید دنبال حساب رسیش، فعلا تا نهادهای پیدا بشن در آینده. اصل کمک رو نفی نکنید به خاطر اینکه فلان آدم فلان کار رو کرده. نیت خیر و کار خیر و کار درست و وظیفه ملی رو قربانی نکنید و مورد سهل‌انگاری قرار ندید. ببخشید توضیحاتم زیاد شد. خط تلفن تلویزیون هست، تلفن استودیوی تلویزیون هست 818-301-8000. اگر که کسانی هستند که مایلند در این بحث شرکت بکنند و نقطه نظرهایی داشته باشند خوشحال میشم که نظراتشون رو با ما مطرح کنند در دقایق محدودی که من در اختیار دارم. بنابراین
منتظر هستم تا از شما بینندگان عزیز بشنوم که چه میخواهید بکنید و چگونه میخواهید به این حرکت بزرگ ملی دامن بزنید و اون رو همراهی بکنید و شکل و کاری رو به وجود بیاریم که ما هم بتوانیم این نقش اساسی خودمون رو ایفا کرده باشیم برای کمک به مردم سرزمین خودمون. ما وظیفه داریم چنین کاری رو بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فروزنده، خوشبختم که در خدمت شما هستم. خواهشم ازتون خواهش کنم که این وبسایتی هست یا به چه طریقی ما میتونیم کمک کنیم، این رو لطفاً توی برنامه‌تون بذارید که ما بتونیم این برنامه رو شروع بکنیم و احتمالاً امیدوارم که شما مردم رو تشویق بکنید به اینکه ماهیانه این کار رو انجام بدن تا اینکه همه ما همبستگی رو مرتباً داشته باشیم. متشکرم، مرسی. بینندگان عزیز، ما هیچ وبسایتی نداریم. هیچی تامین نکنید. خودتون این وبسایت رو باید راه بندازید. و در دایره‌ای که میتوانید فعالیت بکنید، باید فعالیت رو بکنید. ما داریم میگیم این جنبش 1%ی جنبش بیمه حداقلی است برای افراد و خانواده هایی که در نتیجه مبارزاتشون در راه آزادی ایران صدمه میبینند. و در درجه اول هم پیشنهاد داریم میکنیم به کسانی که جزو قشر مرفه جامعه هستند از 1% درآمدشون در سال 1393 بگذرند. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر جناب علی، بفرمایید. برنامه قبلی شما رو من دفعه پیش دیدم و خودم به عنوان ایرانی کمال تشکر و سپاسگزاری از تلویزیون اندیشه دارم. کار بسیار جالبی بود. آقای فروزنده، واقعیت رو بهتون عرض کنم، خیلی از ما ایرانی هستیم که تقریبا به تلویزیون های ایرانی کمک میکنیم. تا اینجاش هم بد نبوده، ولی من فکر میکنم بیشتر از این بیمورده. نه تنها ما رو به راه درست هدایت نمیکنن، ما رو مثل یویو در دستشون گرفتن بازی میکنن و این مشاورهای سیاسی مختلف که میان صحبت میکنن تمام ما رو گیج کردن. من فکر میکنم ما ایرانیایی که در امریکا هستیم حداقل همون 50 دلار، 30 دلار، 10 دلاری رو که به تلویزیون ها کمک میکنیم استاپ کنیم و این پول رو برای کارگرا و بقیه مردم به هر طریقی که میتونیم بدیم. من آقای اوسانلو رو قبول دارم و باعث افتخاره که بتونم با ایشون صحبت کنم. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشید، موفق باشید. متشکرم. خواستم عرض کنم که این نهضت را همینطوری که فرمودید صراحتا جدا کنید از کمونیستا. هر کمونیستا ایران را برباد دادن، اینا دادن. قربونتون برم. این نهضت را جدا کنید. ضمناً توصیه من اینه که در شرایط موجود کارگران ایران حتی امکان بر علیه سرمایه‌داران خصوصی اقدام نکنند، چون 80% صنایع مملکت و کارخانجات به دست دولت اداره میشه، طوری بشه که سرمایه‌دار خصوصی فعلا کنار گذاشته بشه، یعنی همکاری بکنن که اونا هم بر کمک کنن به نهضت. برای که از خارج که وارد میکنن سرمایه دار خصوصی از بین میره، کارگر رو نمیتونه استخدام کنه، کارگر متشکرم. ممنونم، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب آقای فروزنده، من خواستم بپرسم، وقتتون هم نمیخوام بگیرم، امکان داره که ما مبالغ کوتاهی چک بفرستیم شما این کار رو برای ما انجام بدین به آقای اوسانلو یا امکانش نیست؟ خیلی متشکرم. من نه از نظر شخصی این کارو میکنم و نه تلویزیون اندیشه این کارو میکنه. روز اولی که بنده و آقای دورمانی در خدمتشون بودم و این تلویزیون تأسیس شد، آقای دورمانی یک بحثی رو مطرح کرد. گفت من روزی که قرار باشه از مردم پول بگیرم و پول مردم قاطی پولم بشه و فعالیتم بشه، من در تلویزیون رو میبندم. من تا زمان این کار میکنم که بتونم شخصا این کار رو بکنم و تا زمانی تلاش هم میکنم که از طریق بازرگانی و راه درست تلویزیون رو اداره بکنم.
تلویزیون اندیشه مطلقاً نه بنده نه سایر همکاران من هیچ کدوم تا زمانی که در اندیشه فعالیت میکنیم هیچ نوع در هیچ اقدام مالی شرکت اصلا نخواهیم کرد. ما از این کار منع شدیم و درست هم میدونیم این منع شدن رو. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام جناب فروزنده. سلام قربان، بفرمایید. جناب فروزنده، منم مثل همون دوست قبلیمو میخوام بگم توده‌ای و اکثریت ها فقط تنها موقعی که ما دیدیم اون موقعی بود که هنوزم اینا رژیم خمینی رو ضد امپریالیسم میدونن و فقط جوانان این مملکت لو دادن، هیچ چیز دیگه‌ای رو ما ازشون ندیدیم. من میخواستم یه خواهش بکنم به عنوان یه آدم عادی که ما به هیچ دست نداریم، ما هم آقای استانلو رو قبول داریم، یه شماره حساب بزنن که ماهیانه بتونیم مبلغی. سپاسگزارم، امیدوارم آقای استانلو صحبت‌های شما رو شنیده باشن. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فرزنده سلام عرض میکنم خدمتون. سلام عرض کردم چند دقیقه قبل یه پیشنهاد دارم خدمتون برای تشکیل این وبسایت. من این رو حدود یک سال پیش خدمت کسانی که قبلا در تلویزیون بودن گفتم و قرار شد که آقای استانلو به من تلفن کنن، متاسفانه خبری نشد. با آقای مهرانپور فکر میکنم یا کیانپور در سان فرانسیسکو منو در تماس گذاشتن، به جایی نرسید. من وقت دارم که بتونم اگر اطلاعاتی به من داده بشه که به چه کسانی میتونم تمام بگیرم، همه اینها رو میشه ما ایرونی ها. سپاسگزارم، شما با آقای استانلو مجددا تماس بگیرید، حتما شما رو میشه. من ندارم تلفن ایشون رو، متاسفانه من هم نمیتونم به شما بدم. بعد از برنامه تلفن کنید، تلفنتون رو بگذارید، من تلفن شما رو میدم به آقای استانلو. آیا امکان داره که پیشنهاد بکنم که چه طریقی این کار رو میشه انجام؟ با ایشون میتونید صحبت کنید، حتما. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده. من نظرم اینه که آقای فروزنده اگر این موضوع رو آقای استانلو خودشون پیگیری کنن به تنهایی، تبدیل میشه به یک به اصطلاح تشکیلات تکسیدایی. این بایستی به صورت یک شورای همبستگی ایجاد بشه، آقای استانلو این شورا رو هم در زیر پوشش خودشون داشته باشن یا به صورت شورا باشه و ایرانی هم سپاسگزارم. بیننده عزیز، چون وقت برنامه من تمام شده، نکته نظرتون رو شنیدیم و متوجه شدن همه. ملاحظه فرمایید آقای استانلو، هم امیدوارم شنیده باشن. این فقط یک شروع بود. این که چه شکل انجام بشه، چه جور انجام بشه، این بحثایی است که در آینده میشه و در مورد اون صحبت کرد. اصل این است که اونها که دستشون به دهنشون میرسه از 1% درآمدشون به نفع آزادی خواهان ایرانی بگذرند. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام. سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، یه جنگ از ستاره داره جان.